انفجار یک خودروی بمبگذاری شده در نزدیکی یک هتل در پایتخت سومالی بیش از 10 کشته بر جا گذاشت. این انفجار در یکی از خیابان‌های شلوغ شهر موگادیشو رخ داده. به گفته پلیس سومالی در این انفجار تعدادی نیز مجروح شدند که همه آنها به بیمارستان منتقل شدند. در این انفجار به هتل خسارتی وارد نشده، اما ساختمان‌های اطراف آن خسارت دیدند. گروه الشباب مسئولیت این انفجار را به عهده گرفته. ماه فوریه نیز انفجار یک کامیون بمبگذاری شده در مرکز یک بازار در موگادیشو حدود 40 کشته و تعدادی مجروح بر جا گذاشت. گروه الشباب پس از انتخاب محمد عبدالله فرماجو رئیس جمهوری جدید سومالی از آغاز جنگی شدید علیه او خبر داده بود.